علی دعوت، تو برای هر سوال یک دقیقه وقت داری. آیا آماده هستی؟ آیا شما آماده هستین؟ آیا میتونی وجود خدا را در یک دقیقه ثابت کنی؟ به گوگل نگاه کنید. به خاطر وجود گوگل اینترنت نیاز است و به وجود اینترنت به تلفن، کامپیوتر و یا تبلت نیاز است. برای وجود کامپیوتر به انسان نیاز است که او را ساخته و غیره که به برق متکی است. سوال به این ترتیب است: گوگل به اینترنت نیاز دارد، اینترنت به کامپیوتر نیاز دارد و کامپیوتر به برق، و این ادامه دارد. همه چیزها به این ترتیب به هم وابسته نمی باشند. به یک نقطه پایانی نیاز است که به تمام اینها معنا ببخشد، که آن می تواند یک ذات لازمی، مستقل و بی‌نیاز باشد که خدا است. آیا همان ذات لازمی خود جهان نیست؟ خوب است که شما ایره گفتین، چون با ما موافق هستین که یک ذات توانا لازم است. خوب است، شما در این جهان تغییرات بسیار ایجاد کرده اید و این با سخن شما متناقض است، چون ذات توانا بی‌نیاز، مستقل و لازمی است. جهان مستقل و بی‌نیاز نیست، پس این متناقض است. پس این ذات توانا خود جهان نیست. آیا خداوند می تواند یک سنگی بسازد که خودش بالا کرده نتانه؟ این یک سوال نامعتبر است، اما درست به نظر می رسه. من هم می تانم سوال کنم که آیا خداوند با وجود خودش پایان داده می تانه؟ البته که نخیر، این سوال درست نیست. یک هفته چند روز است؟ بله نخیر. این اصلا یک سوالی بلی نخیر نیست. ما باید بگویم که یک هفته چند روز است. پس این گونه سوالات درست نیست. برای اینکه بگویم خداوند سنگ بزرگی ساخته میتونه که او را بالا کرده نتونه، در لحظه ای که او را میسازه قادر به بلند کردن نیست، زیرا چنین چیزی وجود ندارد. این فقط یک سوال است که میتونه مطرح شوه. آیا ممکن است که بیشتر از یک خدا وجود داشته باشه؟ نخیر، چون دوباره برمیگردیم به ذات لازمی. اگر بیشتر از یک خدا وجود می داشت، پس چگونه می توانستیم یک ذات بی نیاز و مستقل داشته باشیم؟ اگر خدای دیگری وجود داشته باشد، پس او وابسته است و نیازی به او نیست. پس سوال اینجاست که اگر دو خالق وجود می داشت، اولا قرآن میگه اگر دو خدا وجود می داشت، آنها بر سر قدرت می جنگیدند. این به این معنی است که آنها هنوز وابسته هستند و به قدرت بیشتر نیاز دارند. به این دلیل است که ما باور داریم که باید یک ذات لازمی وجود داشته باشد که مستقل و بی نیاز باشد. همه چیز را خدا آفریده، پس خدا را کی آفریده؟ یک بار دیگر باید بگویم که هر سوالی که مطرح می شد درست نیست. چنانچه را که ما می بینیم تأثیرات محیط و در جهان ماست. به یک طراح نیاز است که بیاید و بگوید که چه کسی را ساخته. این بر می گردد به مسئله ذات لازمی. صفات آن ذات چه است؟ مستقل است، بی نیاز است و لازمی است. اگر ما به این سه چیز اعتراف داشته باشیم، این سوال که چه کسی خدا را آفریده، آیا خداوند سنگی ساخته میتواند که آن را بلند کرده نتواند، و اینکه آیا خداوند میتواند به حیات خود پایان دهد، چنین سوالاتی وجود ندارند، زیرا چنین چیزی وجود ندارد. اگر خدا خالق داشته باشد، دیگر مستقل نیست، بی‌نیاز نیست. اگر ما این ذات توانا را درست تعریف کنیم، بی‌نیاز، مستقل و لازمی است که همه چیز به او ختم می‌شود. از میان این همه ادیان چرا اسلام را انتخاب کردی؟ این سوالی است که من قبل از مسلمان شدن از خود پرسیدم. وقتی تحقیق کردم، دیدم که فطرتاً یک تحقیق توسط جاستین برای در دانشگاه اکسفورد انجام شده بود بالای اطفال، و اطفال به طور فطری به سوی یک خدا گرایش نشان می‌دادند، نه دو نه سه. پس من از اول به یک خدا باور داشتم. اما چرا اسلام؟ من این را از خود پرسیدم. و وقتی که به این نگاه کردم، دیدم که یک تا پرستی واقعی تنها در اسلام است. مسیحی ها میگن که ما به یک خدا باور داریم، اما در سه. هندوها به یک میلیون خدا میگن یک. نکته در اینجاست که یک تا پرستی واقعی تنها در اسلام است، و اینکه بدانی که خدا کی است. نه تنها این، وقتی به قرآن نگاه کنی، میبینی که تنها کتابی است که تغییر نخورده و معجزات آن را میتوانی ببینی. به طور مثال در مسیحیت میگن که حضرت عیسی مرده را زنده میکرد و دیگر معجزات. لطفا به من نشان بدین معجزه‌ای که من فعلا ببینم. یهودی ها میگن که موسی کار کرد، برام نشان بدین. آیا برام نشان داده میتونن؟ نه خیر، نمیتونن. اما ما قرآن را در اختیارشان میگذارم، میگم بگیرین و آزمایشش کنین. چون ما در قرآن کریم میخوانیم که قرآن کریم برای تمام بشریت است، که شما میتوانید او را ببینید، بشنوید و لمس کنید. اما معجزات دیگر پیامبران را هرگز نمیتونیم ثبوت کنیم، چون معجزات آنها مشخصا برای همان زمان بود. اما قرآن برای تمام بشریت است، که نه تنها ما میتوانیم آن را آزمایش کنیم، بلکه نسل هایی که بعد از ما میان نیز میتوانند آن را آزمایش کنند. و این کاری بود که من قبل از مسلمان شدن انجام دادم. معجزات آن را دیدم و گفتم که این کلام هیچ کسی نیست بجز الله.
تو گفتی که در قرآن معجزات زیادی وجود دارند. میشه یکی آن را بگویی؟ ما میخواییم سخاوتمندانه جواب بتون، پس سه جواب برتون میتون. میفهمین که اگر وقت باید انسان سخی باشه. درست است و اولینی که ما فکر میکنم بسیار مهم است در مورد ابو لهب است. و این بسیار جالب است چون یک دروغ ابو لهب میتوانست اسلام را نابود کند. الله در قرآن کریم میفرماید که ابو لهب و همسرش حتما در دوزخ میروند. آنها به ایمان از دنیا خواهند رفت و در دوزخ می روند. اگر فکر کنید ابو لهب تنها می توانست یک کلمه بگوید و اسلام را نابود کند، چون قرآن به او گفته بود که تو و همسرت به ایمان از دنیا خواهی رفت و دوزخی خواهی بود. ابو لهب تنها می توانست بگوید که لا اله الا الله و اسلام را نابود کند. می توانست بگوید که اسلام دروغ است، زیرا گفته بود که من ایمان نخواهم آورد، اما من ایمان آوردم. اما این کار را نکرد و بی ایمان از دنیا رفت. برای من این نکته بسیار مهم است، زیرا او می توانست با یک بیانیه تمام اسلام را نابود کنه. او بسیار کار را کرد بر علیه پیامبر، اما تنها یک کلمه را نگفت. شماره دو، وقتی خداوند جل جلاله در مورد حضرت موسی و حضرت یوسف علیه السلام صحبت میکنه، پادشاه زمان حضرت یوسف را پادشاه میگه و پادشاه زمان حضرت موسی را فرعون. اما در انجیل پادشاه زمان حضرت یوسف علیه السلام را و همچنان پادشاه زمان موسی علیه السلام را هر دوشه فرعون میگه. و این یک اشتباه تاریخی است، چون دانشمندا با مطالعه خط هیروگلیف دریافتند که در زمان حضرت یوسف علیه السلام فرعون وجود نداشت. پس قرآن این را چگونه دانست؟ این را از کجا فهمید؟ بعضی ها میگن قرآن از انجیل کپی شده. پس چرا قرآن این اشتباه را کپی نکرد؟ قرآن این را چگونه دانست که در زمان یوسف علیه السلام فرعون وجود نداشت؟ این شماره دوم بود. شماره 3، الله متعال در سوره روم می فرماید روم شکست خورد. تاریخ دانان می گن که روشی که فارسی ها رومی ها را شکست دادن غیر قابل باور است. قرآن کریم می گوید رومی ها شکست خوردن، اما بعد از مدتی دوباره پیروز می شوند. این یک سخن بسیار بزرگ است. به طور مثال شما و ما می خواهیم که بریم به امریکا و امریکا را شکست بدیم و در اوجا ترامپ مغلوب بسازیم. یک چیز غیر قابل باور و یک قمار بسیار بزرگ است. در حدود 3 الی 9 سال بعد رومی ها دوباره فارسی ها را شکست میتن و این یک چیز ثابت شده است. این تنها بعضیش است. صدهای رقم معجزات وجود دارد که من فقط 3 تاشه به شما گفتم. تو تانستی به خداوند باور کنی اما دانشمندان نتانستن، درست است؟ یک چیزی نیست که من تنها ما تانسته باشم. هر کس میتونه از عقلش کار بگیره. علم که است با چیزهای سر کار داره که ما میتونیم اونها رو ببینیم. چیزی که ما میگم بسیار ساده است. دانشمندانی هستن که با چیزهایی باور دارن. اگر شما میگین که من خدا را نمیبینم و به خاطر است که به او ایمان ندارم، شما میدونید که علم با محیط فرا فیزیکی ارتباط نداره و در فیزیک خلاصه میشه. اما در این اواخر دانشمندان سیاه چاله را کشف کردند که ما نمیتونیم آن را ببینیم، نمیتونیم آن را لمس کنیم، نمیتونیم آن را احساس کنیم و نمیتونیم آن را بو کنیم و نمیتونیم آن را بشنویم. عین چیز در مورد خداوند. آیا میتونیم خدا آن را ببینیم؟ آیا میتونیم خدا آن را بشنویم؟ آیا میتونیم خدا آن را بو کنیم؟ نه خیر. اما شما وجود خداوند را انکار میکنید، در حالی که در مورد سیاه چاله عین شکل است. اما شما میگین که او وجود دارد.